چینی‌ها توی کویر چیکار کردن؟这里规模呢，现在是，建成是我们这里就是31万千瓦，这上面积2万亩，每年可以发电呢5亿，每年实现降利用是1.7亿。风向数据指数技术的应用呢，使我们库比沙漠的高度得到整体的降低，然后降低了大约50%左右。是我们用了先进的技术，采用了一些科学的种植方法，仅仅使用了5年的时间，就完成了我们这2000多平方公里的一个绿化。اینجا کاملا با اون تصوری که من از بیابون داشتم فرق میکنه. چرا بیابونای چین اینطوریه؟ 过去这个地方全是大沙丘，是吗？哎，这个不是这种的，这是经过治理才就到这个。之前你们的怎么样？你这方是从南盖的话，它中间过的闸能把你的芒堵住，你就开不开。过去的种树很难呀、啊。把几条挖的40公分深，它只要100秒，生活10秒这就算种好了。30 سال پیش از هر 10 تا درختی که توی این منطقه میکاشتند فقط یکی رشد میکرد، یکی. تصور کنید که ادامه این راه تا امروز به چه اراده آهنینی نیاز داشته. همونطوری که دیدین درختکاری توی کویر اصلا کار ساده ای نیست. با هم بریم ببینیم که مردم کوبوچی چه چاره ای برای این کار پیدا کردن. این بانفا نا ما من جاو رو ویشا چی لیو چشو فا آه 过去传统意义上的植树方法呢，我们需要先挖坑、植苗、填土、浇水4项工序，种一棵树呢需要10几分钟，而利用我们这项专利技术呢，将4项工序一次性完成，种一棵树呢只需要10几秒的时间，树苗木的成活率呢也由过去的20%，它提高到了现在80%以上。از این جالب ترم هست. بعد از اجرای برنامه های بیابانزدایی امروز حدود 1/3 از کل مساحت بیابان کوبوچی سرسبز شده. بریم ببینیم که میشه از الگوی موفق کوبوچی توی ایران هم استفاده کرد. ایلاق سامتری بی کوبوچی گن مونی وانچه که یون کوبوچی رون جزا سنتای چایی فوپین ده فاشه لی زووی一种模式在伊朗进行实践，所以在伊朗可以大面积比如搞甘草的种植、药材的产业。حالا سوال اینجاست که این شیرین بیانی که ما این سوری به صورت افقی توی خاک کاشتیم سبز میشه یا نه؟过去的传统的方法的甘草呢是竖着种、竖着长，现在我们通过平移种植技术，您看现在长多一株甘草长多长啊，智利沙漠面积10倍级以上增长。شیرین بیان تو روش سنتی فقط به صورت عمودی رشد میکنه، اما تو این روش جدید به صورت افقی رشد میکنه و تا مساحت 10 برابر رو پوشش میده. همین یه تغییر کوچیک کلی فایده داشته. جالب نیست؟现在我们整个甘草产业在库布齐沙漠已经有100多万亩，然后让2000多户老百姓，还有5500多口人从中受益。现在我们的甘草产业链已经一年的销售收入，制成的药品呀、保健品、化妆品，包括销售收入在10几个亿，净利润1个多亿。将甘草种3年以后，会给这个沙地加了很充足的养分，再种我们有机果树，像西瓜。以我们库布齐人30年的治沙经验证明，沙漠治理是可行的。
我们愿意与世界分享沙漠治理的中国方案。谢谢你们。برنامه های رهبران چین برای توسعه زیست محیطی توی این منطقه به بهترین شکل انجام شده.